شکافی که آرایش سیاسی در انتخابات حول اون شکل گرفته مذاکرات و توافق هسته‌ای هستش و این باعث شده که در طیف‌های مختلف آدم‌های مختلف توی لیست‌های مختلف قرار بگیرن. یعنی مثلا کسانی که در حالا اصطلاحاً سمت راست بودن بعضیاشون به خاطر همین بحث و موافقتشون و فعالیتشون در این بحث اومدن تو طیف حامیان به قول معروف دولت. انتخابات سال 1392 به نوعی رأی مردم به سیاست‌های جدید مذاکراتی بود در موضوع هسته‌ای. به نظر میاد که به صورت طبیعی این قضیه ادامه داره و در این انتخابات هم انتظار میره که حامیان آقای کسانی که به آقای روحانی رأی دادن در اون انتخاب با اهداف مشخص کماکان برای تعقیب اون اهداف به لیست‌های نزدیک‌تر به ایشون و گفتمان ایشون و مذاکرات هسته‌ای و برجام رأی بدن. انتظار طبیعی این هست، هرچند که منتقدان هم بسیار منسجم عمل میکنن و پایه‌کار هستن. طبیعیه که من فکر میکنم که دست دولت یا دست ایران در منطقه و روابط بین الملل بازتر خواهد شد. یعنی این موضعی که الان داره تقویت خواهد شد. یه سری از کشورهای منطقه مثل عربستان که در ذهن خودشون از نه توافق هسته‌ای بلکه از پیامدهای توافق هسته‌ای نگرانن، ممکنه سیاستاشون تندتر بشه نسبت به ایران. خود انتخاباتی که داره برگزار میشه برای کشور از نتیجهش حتی مهمتره. یعنی چه ترکیبی بیاد، شما این مجلس اصولگرا خیلی هم بعضیا توش مخالف برجام بودن، خیلی هم فعالیت کردن، نهایتا برجام تصویب شد، راه خودش رو رفت و اتفاق خاصی نه. بعد از این هم همین خواهد بود. پاسخ‌های تندی مثلا بخوام بدم به عربستان، ولی در نهایت اتفاقی فراتر از این چیزی که هست اگه اونا به قدرت برسن نمیفته. ولی اگر این طرف تقویت بشه، مجلس ایران به حساب اینوریات توش بیشتر باشه، دست بالا باشن، فکر میکنم روی نگاه آینده عربستان تو بلند مدت خواه ناخواه تأثیر داره که عربستان وقتی نتیجه نمیگیره از کارش در قبال ایران، باید یه مقداری سیاست‌هاش، نه ایران که در منطقه که در دنیا، باید سیاست‌های خودش رو مورد بازنگری قرار بده.